گرامی، اگر از طریق فیسبوک ببینید با کیفیت بالاتریه، به هر حال بهتر میتونیم گفتگو کنیم. و من همه چیزم آوردم، آره فقط خودکارم رو نیوردم، حیف شد، ایراد نداره، ولی به امدادهای غیبی میگیم برامون بیارنده. دارانی که در فیسبوک میان خواهشن، درود بر بانو سیمین عزیز، دیدم که الان داری نگاه میکنی. من هنوز وقت نکردم به اشتراک بزنم و الان به اشتراک میزنم در فیسبوک. نمیخواستم امشب گفتگویی داشته باشم ولی دیدم که دیگه وقاحت خیلی ها انقدر زیاده در مورد زلزله، گفتیم بیایم دور هم دیگه یک مقدار اینا میدون خالی میبینن، عرصه رو خالی میبینن و واسه خودشون هر جور دلشون میخواد حرف میزنن و صحبت میکنن و توهم میزنن دور هم دیگه. و گفتم که امشب بیام یه پس حسابی با این افراد یه گفتمانی داشته باشیم که یه خورده خجالت بکشم. و یاران فیسبوک، سپاسگزار رامین عزیز، درود بر بانو سیمین، خواهشن به اشتراک بذارید تا ما یه خورده در مورد این اپوزیسیون واقعا مبتذل که واقعا یه حرفایی میزنن مرغ پخت خندش میگیره. در مورد یاران میبینم که در فیسبوک هنوز آنچنان ساعت بدیه، بابا 10 شب اروپاست که تو ایران باید ساعت بدی باشه، ولی خب یاران دارن میان، 2 دقیقه دیگه شروع میکنیم. من اینو پخش کنم با اجازهتون، یه خود کامنتار هم بخونم. یاران اگر در مورد مسئله زلزله چیزی میدونید کامنت بدید، من اینا رو حتما یه جا باید یادداشت کنم، خودکارم همراه میستا برام بیارن و اینا رو مطرح میکنیم تا جایی که بشه. خب سپاسگزار یاران فیسبوک هم، درود بر وحید عزیز، درود بر تام یزدانی عزیز، فدای تو. امید فلان. خب ببینید چقدر این تروریست های تجزیه طلب واقعا آدم های بیادبی هستن، بلاکتون میکنیم تا جونتون در بیاد. اوکی، کاری نداره که این گزینه بلاک ها واسه همین گذاشتن، شما ما رو خراب نمیکنید، نشون میدی که آقا طرز تفکرت چیه. خیلی هم عالی، دستت. ما هم همینو میگیم دوست عزیز که توهین کردی به اینا، ما میگیم شما پانکورت ها افرادی ضد ایرانی، افرادی ضد انسانیت هستید و افرادی هستید دروغگو، اونم به شکل خیلی فجیع. در مورد درود بر محسن شیخی عزیز، من کامنتارم بعد در این ارتباط تا جایی که بشه نگاه میکنم. و درود بر بانو سارا ایوبی عزیز، در مورد نقش پررنگ ارتش صحبت کن. در مورد زلزله من نمیخوام صحبت غیر تخصصی بکنم، دیدم در مورد زلزله اپوزیسیون، اصلاح طلب ها و تجزیه طلبان به مانند خیلی از رویدادهایی که در جهان هستی اتفاق میفته و بیشک مطمئنن مقصرش جمهوری اسلامی زلزله میخواد باشه. چند وقت پیش یه سیلی در آمریکا اومد، در ایالت تکساس اومد و اون سیلم که دیدیم که خیلی از کسانی که خونهشون تو تکساس بود خیلی از اینایی که خونهشون هم تو خودکار بهم رسید. خودکار یه مسئله بسیار مهمیه. درود بر بانو سهیلای عزیز، رضا رمزی پور عزیز، درود بر مهراج گرامی. و دیدیم که سیلی که در ایالت تکساس اومد بیشک کار جمهوری اسلامی بود، برنامه ریزی کرده بود جمهوری اسلامی که این سیل در تکساس بیاد. و دیدیم خونه خیلی ها اونجا آوردش بود، اتفاقا خونه یکی از این افرادی که اونجا آورش داشته بود، خونه این پسره امیر عباس فخرآور بود. و بیشک چون امیر عباس فخرآور یک فعالیست که به شدت جمهوری اسلامی از این میترسه، یعنی نام امیر عباس فخرآور میاد 4 ستون بدن تمام این نیروهای امنیتی و به ویژه سپاه پاسداران. من اتفاقا از اونجایی که خودم چون مأمور جمهوری اسلامی هستم میگن، تلفنایی که داشتم با این سرداران سپاه، با آقای قاسم سلیمانی، به من خبر داد که ما امید جان خیلی همه چی میدونی، همه چی اوکی، فقط از یه نفر خیلی میترسیم، اینم امیر عباس فخرآوره. و این امیر عباس فخرآور انقدر ما نگرانیم از دستش، این کارهایی که داره میکنه انقدر به ضرر حکومت ماست و این تمام اساس و پایه حکومت ما رو داره نابود میکنه، ما با هزاران بدبختی و بیچارگی بلند شدیم رفتیم برنامه ریزی کردیم
در ایالت تکساس سیلی بتونیم بیاریم که امیرعباس فخرآور حداقل بتونیم بیخونه کنیم برای چند روز. و این اتفاق شما میبینید که واقعا هم همین گونه است و واقعا جمهوری اسلامی از این اپوزیسیونی که داره واقعا میترسه و همینجوری کشکی کشکی هم تا به امروز 40 سال تو اینا تونستن هم حکومت رو نگه دارن، هم بعد از 40 سال تونستن تو منطقه اینقدر نفوذ پیدا کنن که از آمریکا و اسرائیل و عربستان با همدیگه الان در خیمه های 5 ستاره آل سعود جلسه میذارن، رقص شمشیر میکنن تا ببینن چگونه میتونن در برابر مثلا این حکومت وایسن. اینا همه علکیه، اینا اصلا شما جدی نگیرید. جمهوری اسلامی اصلا شعور مدیریت بحران رو نداره. جمهوری اسلامی اصلا مال این حرفا نیست. و عزیزان ما در اپوزیسیون و در بخش تعیین اینا بابا آدم حسابین، اینایی که تا عمرشون یه روز هم کار نکردن، خونه زندگی های شخصیشون هم نمیتونن، اینا همه حرفه. اینجوری نیستش که اینا نتونن زندگی شخصیشون رو اداره کنن. همه اینها آدم های بسیار درستی هستند، ولی خب جمهوری اسلامی همه مسائل در دنیا خب مقصرش جمهوری اسلامیه. و زلزله ای هم که اومده بیشک اصلا شما شک نکنید تو این قضیه که خود کار جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در رفراندومی که در کردستان عراق انجام شد، از اونجایی که نتونست جلوی استقلال کردستان عراق رو بگیره و همکنون شهر کرکوک در دست باند بارزانیه و با قدرت پیشمرگه ها تونستن کرکوک رو حفظ کنن، جمهوری اسلامی حرصش در اومد گفت یه زلزلهی را بندازم این بارزانی و این پیشمرگه های اتفاقی براشون بیافته. ولی از اونجایی که این جمهوری اسلامی خیلی بیشعوره، اصلا سواد اینجور مسائل رو نداره و واقعا شعور حکومت داری رو نداره، به جای اینکه این زلزله رو مرکزش رو در اربیل قرار بده، احمق اومد در خود کشور در بخش کردستان ایران این کار رو انجام داد که اصلا کردستان ایران در این استقلال نقشی نداشته. اینم سوتیه دیگه، اینم به خاطر عدم اینا که حالیشون نیستش که کشکی کشکی 40 ساله حکومت دارن میکنن. خب ببینید عزیزان، اینا ما به طنز واقعا باید بگیریم. یعنی صحبت هایی که من امروز شنیدم در مورد مسئله زلزله و اتفاقاتی که داره میفته و نوشته هایی که داشتم میخوندم، واقعا باید به تمام وقتی صحبت های امیر فخرآور رو میشنوم، صحبت های آقای خسرو صمدی رو میشنوم برام میفرستن که دیدم امروز نوشته بود که آره زلزله تسلیت میگم به هموطنانم، مرگ بر آخونده، آخونده بیشرف فلان. خب آره ببخشید، مثلا الان زمان شاه زلزله اومد بعد اپوزیسیون چی گفت اون موقع؟ دقیقا اپوزیسیون شاه در زمانی که زلزله تبس اومد، در همون زمان که چون میدونید تو اتفاقات شورش 57 بود دیگه، در همون زمان هم همین حرف رو زدن دیگه. آی شاه اومد داشتش به خاطر که شورش 57 نمیتونه جلوشو بگیره، مردم ریختن تو خیابون مرگ بر شاه میگن، پادشاه اومد زلزله را انداخت. حالا من نمیدونم، چون تو بیشتر شهرهای بزرگ تظاهرات علیه پادشاه فقید انجام شد، چرا حالا پادشاه رفتش در روستاها زلزله راه انداخت؟ اینم یه بحثیست که اپوزیسیون اون موقع باید جواب بدن. همون فرهنگ اپوزیسیون امروز همینان دیگه. وقتی که من میگم گفتمان این اپوزیسیون از قالب ورشکستگی به مرحله ابتذال رسیده، این شوخی نمی کنم یا واقعا یک جمله‌ای نیستش که من یاد، من اتفاقا تو صحبتام خیلی توانایی اینو دارم که واژگان زیادی استفاده کنم. واقعا وقتی که واژه ابتذال به کار میبرم، این به این معنا نیستش که من این جمله رو فقط بلدم، واقعا اینا مبتذلن. چی میشه نامشو گذاشت؟ شما به من بگید. امروز دیدم سایت فیک نیوز اومده یه پستی گذاشته که حالا من مسخرهشون هم کردم، اومده دقیقا نوشته که پست آمد نیوزه، نوشته که 12 آبان سفر پوتین به تهران، 22 آبان زلزله کرمانشاه، تکنولوژی هارپ، آمریکا روسیه، فشارهای جهانی علیه ایران، حاکمیت عصبانی از شادی مردم کردستان در پی استقلال اقلیم، نتیجه با شما. خب نتیجه رو خیلی دمش گرم، چقدر آدم دموکراتی اینا، وسام محمودی مدیریت این آمد نیوز نتیجه رو به ما سپرد. سام عزیز، ما نتیجه رو خیلی ممنون سپردیم چون میشناسیمت، قبلا تریاک میکشیدی، الان مثل اینکه در ترکیه هستی این قرصای روانگردان و چه میدونم چی داری میکشی، شیشه میکشی، چی میکشی واقعا یه همچین چیزی رو مثلا مینویسی؟ چون 12 آبان پوتین به ایران سفر کرده،
10 روز بعدش 22 آبان زلزله شده در ایران. خب تو هم در سال 55 به دنیا اومدی، بابا بزرگ منم از محله شما رد شده تو به دنیا اومدی، مسئله چرا به هم ربط میدی؟ واقعا بدبختی ملت ما اینه که هم اپوزیسیون شما آدم های متوهم هستی، نه برای امروزا، در 150 سال گذشته بدبختی کشور ما اینه که اپوزیسیون ما شماهایید. چه اپوزیسیون قجرها که خیلی از افراد اون موقع بازم بابا اپوزیسیون قجرها خیلی آدم حسابی توشون بود، ولی تو اپوزیسیون محمد رضا شاه همین شماها بودید که حکومت پادشاه فقید سقوط کرد و ما گیری یه مش آخوند افتادیم. و من وقتی که امروز مطالب این اپوزیسیون دیدم یا این آمد نیوز دیدم که نوشته چون پوتین 12 آبان اومده 22 آبان زلزله شده، من واقعا و واقعا یک تار موی این حکومت به هیچ کدوم از شماها نه. شماها دیوانه اید، خیلی حکومت دیوانه است، تو این شکی نیست، شماها 100 برابر دیوانه ترید. یعنی ما وقتی که صحبت از زرتشت میکنیم یعنی راستی، شما نمیتونید مثلا بگی آقا جمهوری اسلامی دروغ است، بعد با یک دروغ بزرگتر بخوای بری باهاش مبارزه کنی. با دروغ فقط راستی میتونه مبارزه کنه. شما خودتون دروغید آقای اسلام محمودی در آمد نیوز، و انقدر از این پستای فیک گذاشین آقای آمد نیوز یا آقای اسلام محمودی در آمد نیوز چت میکنن، دور هم دیگه میشینن زیادی میکشن عکسای مثلا زلزله بمو گذاشته مردک نمیشه، آی زلزله مال الان، مثلا تصاویر برای الانه. خب بابا پلاک ماشین رو نگاه کن، پلاک ماشین بم بود. خب اینو تو واقعا میخوای مثلا چی رو ثابت کنی؟ ببینید من با عزیزان اپوزیسیون که مخالف حکومت هستن، من اینو بگم به ایرانم سوگن، اگر خیلی در دروغ گفتن هست، اگر اینکه شما دروغ‌های شاخدار میگید که میخوای مثلا بگید جمهوری اسلامی خود این زلزله را انداخته، حالا با این نیت‌های کودکانه‌ای که شما مطرح می‌کنید، خب نیت‌های کودکانه در وهله اول نشون میده خودتون چقدر سطح فکریتون پایینه، برای همین هیچ وقت شعورتون به مسائل مهم‌تر و مملکت داری نمیرسه. ولی در کل اگر این صحبت‌هایی که شما دارید مطرح می‌کنید خیلی توشه، و منم الان بیام بگم آره جمهوری اسلامی الان برنامه بزنم امشب، یاران جمع شدن، بعد بگم آره جمهوری اسلامی مثلا از اونجایی که شکست خورده توی مثلا کردستان عراق نتونست مثلا هشتال شعبی اونجا بتونه یه کاری بکنه، الانم که مثلا کرکوک دست پیشمرگه ها، این همه ضربه خورده جمهوری اسلامی، حرفش در اومده زلزله را انداخته، منم اینو میتونم باهاتون بیام بگم. ولی اگر خیلی تو این کارهایی که شما دارید میکنید بود، حداقل در 40 سال گذشته به یه جایی میرسیدید. شما الان بیاید دروغ بگید زلزله کار جمهوری اسلامیه، آخه عزیزم واقعا باور میکنی جمهوری اسلامی میره رژیم سرنگون میشه یه حکومت درست میاد جاش؟ یعنی من میخوام واقعا علاوه روانشناسی خیلی برام جالب شده، عزیزانی که این گونه پست ها رو پخش میکنن با خودشون چی فکر میکنن، چندن فازشون چیه، واقعا چی میخورن، چی مصرف میکنن، چی میکشن، یعنی مغز به چه مرحله میتونه برسه که یه همچین چیزهایی رو مطرح کنه و این حجم دروغ رو در فضای مجازی پخش بکنه. بعد میگن حکومت ارزه نداره مثلا جلوی مسئله مثلا در ارتباط با امداد رسانی ارزه نداره. قربونت برم یه بخشی از شماها که اصلا نمیفهمم چی اصلا اینه که منتشر کردید معنی چیه، ولی اون بخش دیگه تونم میبینم که اخبار تقلبی مثلا در مورد مسکن مهر، من دیدم که عکسای منتشر شده که این برای مسئله مصر، حالا زلزله بوده، جنگایی که تو مصر، ساختمون‌ها عکسای مصر رو رفتن عکس برداری کردن، عکس رو فتوشاپ کردن، میگن این برای الان کردستان و کرمانشاه ایرانه. خب شما حتی تو اطلاع رسانیتون، تو پست گذاشتن پست فیسبوکتون نمیتونید تشخیص بدید کدوم خبر درسته کدوم خبر غلطه. هم برای 7 آبان کلی عکس و فیلم جعلی منتشر کردید، هم الان سر داستان زلزله دارید این کارو میکنید. واقعا قربونت برم شمایی که نمیتونید یه پست فیسبوک سالم منتشر کنید، خبررسانی سالم داشته باشید، شماها دارید در مورد حکومت داری صحبت میکنید، همتون همینید دیگه. حالا حکومت در جاهای سوء مدیریت داره، در جاهایی نمیتونه بحران رو مثلا درست مدیریت کنه. شما فیسبوک های شخصیتون رو نمیتونید درست مدیریت کنید، فیسبوک های شخصیتون رو نمیتونید خبر درست منتشر کنید. بابا یه خورده خجالت بکشید، آخه این چه اخباریه؟ دیدم
یک سری از این حامیان رضا دیوام که انقدر اینا واقعا از نظر فکری و عقلی بیشعور هستن رفتن زیر پست این پسر احسان فتایی. تو رو خدا برید فیسبوک رو نگاه کنید، نوشته آقای احسان فتایی این تروریست تجزیه طلب، که خیلی جالبه. یعنی واقعا خنده داری اینجاست که سایت های اپوزیسیون از صحبت های این یارو مقاله که چه عرض کنم، روان پریشی هایی که اینها رو کاغذ میارن، اینها رو سایت العربیه و 3-4 تا سایت مثلا به چیز خودشون اپوزیسیون و مثلا به اصطلاح خودشون معتبر از مقالات این استفاده میکنن. ببینید چی نوشته، یعنی اصلا مرغ پخت خندش میگیره همینجاست. نوشته فوری، آقای احسان فتایی نوشته فوری، یک سیاست مدار که نخواست نامش فاش شود گفته ایران در حال آزمایش هسته‌ای در زیر زمین بوده. خب آخه من اینجا به این چی بگم؟ میگم چارپا. آخه بعد میگن چرا توهین میکنی؟ خب آخه عزیز من احسان جان، تویی که توی آلمان حتی خونه نداری بری شب بخوابی توی مسجد، شبا توی مسجد سنی ها داری شبا تو آلمان سر میکنی، یه پاپاسی تو کف جیبت هم نیست، انقدر بدبختی، حرف زدن عادیت هم بلد نیستی، همش توف میندازی، تویی که سر تا پا دوزاره. آخه عزیزم یه آدمی که سیاست نداری که نمیخواد نامش فاش بشه، این مسائل به این مهمی و این خبر به این مهمی رو اومده به تو بی سر پا گفته؟ آخه چقدر تو آخه بیشعوری قرمه. اون دفعه نشسته بودی صحبت میکردی، آه یه مأمور وزارت اطلاعات به من زنگ زده گفته امید همکارمونه. خب بخش واقعا من دهنم میپره، نمیدونم چی بگم. واقعا خیلی سخته آدم بتونه جلو خودش رو بگیره. نه اینش بخشش مهم نیست، اون چهارپایه که بدتر از اینم بهش لایک میدن، یه بخششون هم حامیان رضا دیوان، اونجا آدم میخواد موهاشو بگیره بکشه. ببینیم ما با چه دیوانه های سر کله داریم. بعد نوشته که ایران تو بخش دومش، حالا این کسی که نخواست نامش فاش بشه اومده به یه میسرپایی مثل این بدبخت گفته. بعد بخش دومش مدعی شده که این فرد گفته ایران در حال آزمایش هسته‌ای در زیر زمین بوده. خب تو کردستان چه ربطی داره؟ بیشتر آزمایشات هسته‌ای الان توی بوشهر و یا مثلا اون آب سنگین مسائل هسته‌ایمون تو عراق بود یا تو نطنز اصفهان. اگه قرار باشه به قول شما این حرفام که میزنی زلزله‌ای به وجود بیاد، اصفهان و بوشهر و عراق به کردستان چه ربطی داره آخه؟ چی میفهمید چی میگید شما؟ حالیتونه چی میگید؟ یا بعد برام جالب بود اینو همین چرت و پرتش 300 تا لایک داره. خب بابا این ابتذال دیگه قربونت برم. اینا میخوان حکومت بچرخونن، اینا میخوان حکومت رو برانداز کنن. ببخشید یا یکی دیگه نوشته که این آقای احسان فتایی، این مصیبت امشب و نقشه آخوندی جهت خانه خرابی به ملت کرد تسلیت میگویم. یعنی خاک بر سرت آقای زیبا کلام، تو به مانند این تروریست تجزیه طلب بی سواد بی سر و پا کوردو، یعنی باید بگی کوردو با واو مثل همین تجزیه طلبا مینویسی. یعنی ببین چقدر سطح تو آقای زیبا کلام پایینه، هم سطح احسان فتایی شدی. بعد نوشته به ملت کرد تسلیت میگن، زلزله را 3 استان فرا میگیرد، نه 120، نه 20 استان و 6 کشور. چی داری میگی؟ 6 کشور کجاست؟ نمیفهمم خدایا شفا. ببینید اینها این تروریست های تجزیه، انریکه بیچاره اومده تسلیت گفته به ایران و عراق، این تروریست های تنبانگشاد واقعا علاوه مغزی خطرناک، واقعا بیمار روانی، که حالا امشب براتون باز میکنم اینا چه خیانت هایی دارن میکنن، ریختن صفحه انریکه و بیچاره کردن اینا. آی ایران و عراق زلزله نیومده، کردستان اومده، اونجا نامش کردستانه. بابا ول کنید انریکه، چه میدونه شما چه توهمی داری؟ اون نقشه رو نگاه میکنه دیده که زلزله طبق قوانین بین المللی در عراق و ایران اومده. اون چه میدونه توهمات شما چیه؟ آخه توهماتتون رو برای خودتون نگهدارید. حالا واقعا نمیدونم به اینا چی بگم. حالا کامنتارم تلاش میکنم بخونم دور هم دیگه ببینیم چه فاجعه‌ای داره رخ میده. یعنی اینها یه خورده عزیزم به خودمون باید بیاییم، اینها میخوان مملکت برای ما. وقتی که من از این ابتذال اپوزیسیون سخن میگم، مشکل ما جمهوری اسلامی نیست، مشکل ما در وهله اول این دیوانه ها. چون شما وقتی که میخواد یک چیز غلط رو درست کنی، مشکل اون غلط نیست دیگه، مشکل اینه که تو باید آلترناتیو برای جایگزینی درست کنی. آقا ما آلترناتیوی نداریم، آلترناتیو ما اینان.
باور کنید اینا مقالاتشون توی همین دیوانه کیه، دوشکی یا دوشوکی، این تروریست تجزیه طلب بلوچ، این اومد یه دونه مقاله روانپریشی علیه من نوشت، دو شب پیش دیدم در بی بی سی به عنوان کارشناس دعوتش کردم. بابا این حتی تو اون مقاله‌ای که علیه من نوشت اصلا سرتاپاش هم غلط املایی و دستوری، حالا اصلا آدم شاخ در میاره، یه چرت و پرتایی نوشته بود که واژه به واژه حرفشو داشت نقض میکرد. من برنامه گذاشتم دور هم دیگه خندیدیم دیدیم، ولی اینو به عنوان کارشناس دعوت کردن. بابا اینا اپوزیسیون ما، خب خندتون نمیگیره که یه چنین اپوزیسیونی انقدر سطحش پایینه برمیگرده میگه که جمهوری، آقا میگه جمهوری اسلامی زلزله را انداخته انتقام بگیره از مردم کردستان بابت رفراندوم اربیل و سلیمانیه. خب اون رفراندومه که جمهوری اسلامی چه نیازی داشت به انتقام؟ هشتال شعبی رو فرستاد که شما شلوارتون هم جا گذاشید فرار کردید، نیازی به زلزله راه انداختن نداره. شاخه مگه میشه مسئله طبیعی رو شما اینقدر کودکانه دارید بحث میکنید؟ بعد میان میگن آه دیری امیدانه از جمهوری اسلامی دفاع کرد، معلومه که تو این زمینه، نه از اون دفاع نمی کنم البته، ولی معلومه تو این زمینه تو سر شما ها میزنم، به خاطر که شما جامعه رو واقعا با این مزخرفاتی که در این 150 سال گذشته گفتید جامعه رو تو عقب افتادگی. آقا من روشنگرم، هرچند این دلغک بازی شما نیازی به روشنگری نداره، ولی انقدر این دلغک بازی در این 150 سال گذشته تکرار شده، شوربختانه شده فرهنگ، هر زلزله‌ای که تو ایران میاد اصلا از روی چیز همه میگن آقا اینا داشتن مسئله هسته‌ای، اینا خودشون راه انداختن. ما ایران رو گسل زلزله است دیگه. حالا شما بیاید اون بخشی که جمهوری اسلامی نمیتونه مدیریت کنه بحران و یه بخشای دیگه است که این البته تخصص من و شما خارجه، شماها یه 4 تا مهمون اگه برای خونتون بیاد اینایی که این مطالبو مینویسن انقدر دست پاچه میشید نمیدونید که چجوری به شام بدید و چجوری بخواید مهمانداری کنید، حالا چه برسه بخواید مدیریت بحران کنید. مسئله مدیریت بحران از حوزه من و شما خارجه، واقعا کسانی باید بیان کارشناسانی نظر بدن که در مسائل این چنینی، بحران های این چنینی در میدان بوده باشن، نه من امید دانایی که تا الان تو هیچ بحرانی تو میدون نبودم بعد بیام نظر بدم. خب اینا مسائلیه که ما داریم میبینیم، ولی حداقلش وقتی میبینم که شما اینجوری دروغ می، حداقل اخبار درست دنبال میکنم، میبینم شما برمیگردید این حرفا رو میان اشا برگشتن گیر دادن الان به این مسکن مهر و فلان و اینا. خیلی جالبه در مورد مسکن مهر، من دو شب اخبار دارم قشنگ دنبال میکنم، تمام عکسایی که در اومده، اولا نصف عکسایی که منتشر کردن عکسای جعلی و فیک مال کشورهای دیگه مثل مصر و اینا، هیچ کدوم از ساختمون‌های مسکن مهر حتی یک دونش کامل نریخته اسکلتش. دیشب کارشناس بی بی سی آورده، از نروژ هم بود کارشناسه، آورده بود از دهنش مثلا در بیاره این مسکن ها خیلی اوضاعش خرابه اینا، طرف برگشت با از نظر اسکلت مسکن های مهر کاملا استاندارده. حالا اگر من اینو میگم میشه حمایت از احمدی نژاد یا جمهوری اسلامی، برام مهم نیست، من برام مهم اینه که من در راه عشا قدم برمیدم. آقا من یک زرتشتی هم، من نمیتونم مثل یک بچه مسلمان دروغ بگم، حتی علی دشمنم هم نمیتونم دروغ بگم. کارشناس آوردن میگه آقا اسکلت اینا همه اگه مشکلی هست تو آجرش و توی چه میدونم بخشای دیگه ساختمون سازی بوده، ولی اسکلت ساختمون مونده. بعدش هم مگه همه چی میگم گردن حکومته؟ شما گفتم کسانی که نمیتونن تشخیص بدن و خودشون عاملی هستن که از طریق فیسبوک و شبکه‌های اجتماعیشون دروغ منتشر میکنن نمیتونم به بقیه گیر بدن. تو وظیفه خودت که به عنوان یک شهروندی که حالا در هر جای دنیا داری زندگی میکنی اطلاع رسانی سالمه رو نمیتونی انجام بدی، نمیتونی یک خبر سالم تو فیسبوکت بذاری، عکس جعلی میذاری، اخبار حتی به خودت زحمت نمیدی پستی که تو فیسبوکت میخوای بذاری یه تحقیق کنی. من امروز فیلمی رو گذاشتم در مورد راهزنی از بی بی سی به یالی یه گفتم این راهزنی نیست، در وسط راه مردم روستایی اومدن اینا. عزیزم در مورد این فیلم مشخصا نمیتونم نظری بدم، ولی در مورد سایت ها از بی بی سی بگی تا سایت های حکومتی تا سایت های خارجی همه از واژه راهزنی استفاده کردن.
دیشب این مردک آقای علی جوانمردی تو تلویزیون سرای آمریکا میگه آره زلزله اومده، هیچ کمکی نمیکنن، هیچ اتفاقی نمیفته، به جایی که به مردم کمک کنن پلیس ضد شورش آوردن. خب بگو چرا پلیس ضد شورش آوردن؟ من نقل قول از بی بی سی دارم میکنم، برای نقل قول از رادیو فردا میکنم، نقل قول از سایتایی میکنم که حداقل اصل خبر رو مجبورن راستشو بگن، به خاطر اینکه راهزنهایی که وابسته به احزاب کردنما هستن میان در جاده ها امداد رسانی رو میدوزن که نارضایتی عمومی در بین مردم اونجا درست کنن. این روشایی بوده که در این بلاهایی بوده که سر پادشاه فقیر هم در آوردن همین اپوزیسیون. مگه همین اپوزیسیون نرفت سینما رکس آبادان و آتک زد انداخت گردن پادشاه فقیر؟ یه مش آدم های بی سواد و واقعا از نظر شعوری مثلا من نمیدونم چه جوری فکر میکردن شاه بیاد مثلا یه سینما رو بخواد آتیش بزنه، ولی مردم قبول کردن. این به خاطر ابتذال مردم ماست و میان در جاده ها امداد رسانی ها رو میدوزن که هم در داخل در اون منطقه نارضایتی عمومی ایجاد کنن، هم که یک مش دیوانه روانی مثل شاهد علوی و مثل اون مهره جاسوسی موسار آقای مهدی جلالی تهرانی و اینا هم از این طریق بیان شروع کنن آی هیچ آبی نرسیده، آی هیچ پتویی نرسیده. خب بگو چرا نرسیده؟ بیچاره الان اونجا نیروهای ارتش و نیروهای سپاه و نیروهای هلال احمر بیش از این که بعد هم بعد نگران این باشن که آقا بعد آوار برداری کنن با این حادثه طبیعی مبارزه کنن، هم بعد نگران جونشون باشن، چون اون منطقه‌ای که می‌بینید احزاب تروریستی کردی چقدر اونجا هستن. خب اینا هم بگید دیگه، اینا هم اینا رو چرا نمی‌تونید لالید شما؟ چرا مردم به من نگاه میکنن، صحبت های منو دنبال میکنن؟ چون من از ابتذال شما اپوزیسیون حالم به هم خورده. از اون برم که ستون پنجم این جریان تجزیه طلبی در داخل که بارها صحبت کردم که اصلاح طلب ها هستن، 6 تا روزنامه اصلاح طلب امروز حداقل تیترایی که زدن با زبان کردی بود. خب یعنی چی با زبان کردی شما چیز؟ مثلا الان در بم یا در جاهای دیگه زلزله در آذربایجان اینا همه شما زبان ترکی و مثلا بمی میذاشتید؟ برنامه ریزیه دیگه. ستون پنجم هم که بحثای قومی را بندازن، وقتی تو زبان کردی رو میاری توی تیترهای اول روزنامه ایران داری میگی آقا این کردها یه چیزی جدا از مردم ایران هم. نه بابا اینا ایرانی هم. همه ما دلمون شکسته. اول از همه هم حالا اینو براتون جالبه بگم، تو اخبار نوشته بود که امروز در اخبار اولا که سریع مش از این هواداران رضا دیبا که به خدا اینا بزرگترین خائنان به نهاد پادشاهی هستند، اگه اینا بدونن به خدا اینا هیچ کدوم هوادار پادشاهی نیستن. هوادار پادشاهی من چون از نظر فلسفی به دنبال پادشاهی کردن ایرانم، یعنی اینا بزرگترین خائنین به نهاد پادشاهی هستند. اومدن عکس اولیا حضرت شهبانو فرای پهلوی رو در مورد زلزله طبس و اینا گذاشتن، آی تا زلزله اومد توی طبس چند ساعت بعد اولیا حضرت بلند شده رفته، چرا مسئولین نمیرن؟ خب قربونت برم، این نوع برخورد شما و این نوع حرف زدن شما، اگه کسی مثل من دنبال مثلا این باشه که اخبار رو دنبال کنه، با 4 تا سرچ کار ساده میبینی که تمام خبرگزاری ها زدن همون دقیقه سردار جعفری بلند شده رفته. گور پدر این روحانی، من از این روحانی بنفش اصلاح طلب متنفرم، ولی بلند شده رفته، فردا صبحش رفته، وزیر کشور رفته، ده ها مقام ریز و درش رفتن، از دفتر خامنه ای یه هیئتی بلند شده رفته. ببین شما با این دروغ ها حکومت ها ضربه نمیزنید، شما اتفاقا دارید به ایران ضربه میزنید. میدونید چرا؟ چون این ما یه چیز ساده بگم، آیا جمهوری اسلامی بر حق است؟ بذارید با هم ساده ثابت کنیم. پاسخ روشنه، جمهوری اسلامی بر حق نیست، ولی وقتی که شما دروغ میگید باعث میشید این ناحق بمانند. اتفاقا شماهایید که در طول این 40 سال عمر جمهوری اسلامی رو با این دروغاتون همیشه زیاد کردید، چون دروغ گفتید. شما که الان دروغ بگی زلزله رو جمهوری اسلامی را انداخته، هیچ مقام دولتی اونجا نرفته، هیچ امداد رسانی انجام نشده، جمهوری اسلامی سقوط نمیکنه. ولی به اینکه شما چند میلیون هم دیدید که در جنبش سبز مردم ریختن تو خیابون، جمهوری اسلامی سقوط نکرد. ولی شما با این کارتون برای اون بخش الیت جامعه یا اون بخش وسطی که در حکومت وایسادن
یه جاهایی مثلا میدونن که این حکومت بر ناحق ایستاده، وقتی میخوان فکر کنن، چون تو رأس کارن دیگه، با خودشون فکر میکنن، میگن خب حالا آره این آخونده که بدن فلانه، ولی این مخالفینشون خب ما داریم میبینیم دروغ میگن، دروغای شاخدار میگن. خب این معرفت هایی که شما الان شلوغ کردید، آی سپاه داره اونجا کارشکنی میکنه فلان، بزرگترین بیمارستان صحرایی خاورمیانه رو الان سپاه رفته در کردستان زده. خب این اخبار هست، مهم هم نیست این اخبار در پروپاگاندای خالی بندی ابتذال شماها گم بشه، مهم اینه که اون کسانی که در سپاه وسط وایسادن میبینن که دشمنان این آخوندها که شماها باشید به مراتب ناحق هستید، به مراتب بدتر از خود حکومت هستید. شما به طول عمر حکومت میافزایید، شما اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستید، شما کمک کننده اید. اتفاقا در 40 سال گذشته اگه این خالی بندی های شما میخواست ره به جایی ببره، برده بود. وقتی که همتون زوم کردید روی مسکن مهر، آقا جان ما مملکتمون، مردممون و حتی شمایی که این پستا رو گذاشتید دزدیم، داریم میبینیم دیگه همه یه، مگه مثلا ساختمونا رو حکومت درست کرده؟ اصلا حکومت مگه از کره مریخ اومده؟ کیه که تو فامیلش فامیلی نداشته باشه توی مثلا دم و دستگاه یا شغل دولتی نداشته باشه تو فامیلش؟ خودمونیم دیگه. کدوم یکی از شما هست کیه که تو فامیلش مثلا مهندس ساختمون نداشته باشه؟ کیه تو فامیلش بساز بفروش نداشته باشه؟ چقدر از شما دوستان بساز بفروش وقتی که دارید خونه رو میسازید از زیر کار در میرید به خاطر که قیمتش کمتر بشه، از مواد اولیه ضعیف استفاده میکنید؟ خب نمیتونی همه رو بندازی گردن حکومت. که من گفتم مثال ساده زدم، شما وقتی که میخوای انگشت اتهام و سمت کسی ببری، 3 تا سمت خودته. من اگر منتقد هستم همیشه اول از همه خودم رو انتقاد کردم، ولی اینکه دیدید که انواع و اقسام انتقادا رو از خودم داشتم. شمایی که نمیتونید یک پست فیسبوک سالم بذارید که خبر غلط نباشه، عکسای زلزله بمو برمیداری، عکسای زلزله یا حوادث جاهای کشورهای دیگه به مانند مصر رو برمیداری جعل میکنی، و حتی اینقدر دقت نداری، ارزش برای پست فیسبوک خودت قائل نیستی، این پست فیسبوکی که داری میذاری بخونی که بابا ماشینی که اونجا الان هست روش پلاک بمه، ولی به صرف این که فیک نیوز، آمد نیوز که من گفتم مدیرانش واقعا قبلا میشناختم ایسام محمودی، فقط تریاک میکشید، الان مثل این که دیگه پیشرفت کرده، یه چنین پستی میذاره، شما پشت بندش میذارید. خب وقتی شما خودتون یه دونه پست فیسبوک کنید تواناییشو ندارید، حالا دارید در مورد مدیریت بحران اونم در این سطح کلان که حداقل چیزی که اخباری که خوندم 13700 تا خونه ویران شده نظر میدی، خدایش چند تاتون تو وسط مثلا بحران های این چنینی رفتید تجربه دارید؟ من نرفتم، من واقعا تجربه ندارم. خب دیگه آدم اظهار نظر اضافی نمی کنه. من دیروز یه لایو داشتم، میخواستم صحبت کنم، لایو صحبت کردم در مورد زلزله نبود. دیروز صاحبم یه پست همدردی، چیزی که از دست من برمی اومد یک پست همدردی بود، پست همدردی گذاشتم. دیروز تا حالا دارم میبینم، یعنی الان ساعت دیر وقته دیگه، اینجا الان 10:30 شب بیرون بودم و اینا. شما این بره وقتی تو گوگل سرچ میکنی اصلا سایت عربی میاد بالا. بره نگاه کن، یه عکسی رو از زلزله الان چیز کردن، حالا امیدوارم بتونم نشون. الان سرچ کردیم همش مال سایت عربیه. حالا مال مصر، مال کجاست؟ این عکس رو بذارم بزرگش کنم. دیده میشه الان؟ آره. الان دارن یاران فیسبوک میبینن، حالا یاران اینستاگرام هم بیارن. عکس مال عرب، اصلا کشورهای عربیه. الان سرچ کردیم. همه اینم، یعنی واقعا این همه عکس فکر ممنون. این همه عکس فیک اصلا آدم شاخ در میاره. خب آقا شما همین عکسی که الان دارید پخش میکنید، پس نشون میدید در حد این که بخواد یک پست فیسبوک سالم بذارید خبررسانی کنید توانایی ندارید. پس شما صلاحیت اینو نداری که در مورد بحران مدیریت جمهوری اسلامی در مورد زلزله اصلا نظر بدی. در مورد زمان شاه هم همین بود، به خدای ایران همین دروغا رو علی پادشاه فقید گفتن. پادشاه فقید رفت، ببینید عزیزان، به قول این عزیزان اپوزیسیون هی میگفتن دیو برود فرشته در آید، دیدیم که به حق فرشته رفت و دیو در اومد. و امروز دارم بهتون میگم با این دروغ، چون ببینید دروغ
دروغ و دروغ گفتن، از دل دروغ فرشته زایده نمیشه، از دل دروغ دیوهای بدتر زایده میشه، چون شما مبارزتون بر پایه دروغ است. از دل این دروغی که اپوزیسیون که قشنگ جا پای تجزیه طلبا میذاره و همه با همدیگه دارید دروغ سازمان یافته شده میگید، از دل این دروغ خنده داره فکر کنید که یک فرشته در بیاد، یک حکومتی در بیاد، یک سرنوشتی برای ایرانمون در بیاد که این سرنوشت سپید باشه. مطمئنا سیاهی زایده میشه، اصلا امکان نداره. حالا شما تمام کسانی که روشنگری میکنن، راستی میگن، هی بیاید با پروپاگاندا بگید این مأمور سپاه، اون مأمور جمهوری اسلامیه، نه من مأمور راستی ام عزیزم، من مأمور راستی ام، چون اعتقاد دارم از دل راستی راستی زایده میشه، از دل راستی سپن تا میونیو زایده میشه. سپن تا میونیو یکی از این اینه انرژی، الان من یارا میبینن یا نه، این رشته اول فروهره، بهش میگن سپن تا میونیو. سپن تا میونیو یا سپن تا میونیو دقیقا انرژی نیکه، اندیشه نیکه. ولی این دروغی که شما بهش دامن میزنید، این رشته رو میبینی، انگر میونیو، انگر میونیو زایده میشه، چون از دل دروغ دروغ زایده میشه. علیه محمد رضا شاه پهلوی نه که محمد رضا شاه پهلوی ایرادی نداشت، نه اینکه جمهوری اسلامی ایرادی نداره، ولی شما علیه محمد رضا شاه پهلوی دروغ گفتید، دروغ پردازی کردید، علیه ساواک و ارتش شاهنشاهی دروغ بستید، آی ساواک ناخون میکشه، آی ساواک فلان میکنه. از دل دروغ هاتون یک مرتجع خطرناک به نام خمینی زایده شد. تازه شانس آوردید خمینی زایده شد. بهتون بگم آلترناتیف های دیگری به جز محمد رضا شاه که وقتی که رفت، از بین خمینی و آلترناتیف های مثلا لیبرالی چون بازرگان یا جریانات فدایان خلق یا مجاهدین خلق مسعود رجوی برای تمامیت ارضی و حفظ مملکت، از بین این آلترناتیف ها واقعا خمینی بهتر بود. اینا من بهتون بگم، ولی خمینی نسبت به اینا بهتر بود. خمینی در حقیقت خودش یک مرتجع بود، یک انسان خونخوار، حالا خونخواریش به خودش مربوطه، یک انسان ضد ایرانی بود، یک انسانی بود بر ناحق ایستاده بود. و دروغ‌های شما علیه محمد رضا شاه پهلوی خمینی رو زایید، و امروز دروغ‌های شما علیه این حکومت جمهوری اسلامی، علیه اتفاقاتی که داره تو منطقه میفته، مطمئن باشید این بار چیزی که از این دروغ‌ها زایده میشه نابودی ایرانه. یعنی از الان دارم بهتون میگم ایران میشه تهران، اصفهان، شیراز، یعنی ته این دروغاتون اینه. وقتی که شما همگام با احسان فتایی تروریست تجزیه طلب، حامی تروریسته بالاخره، همگام با این خالی بندی میکنید، میگید که آه آزمایش هسته‌ای در ایران بوده، از سام محمودی فیک نیوز آمد نیوز تا احسان فتایی تا مهدی جلالی تهرانی تا حامیان رضا دیبا از جمله خسرو صمدی، همه تون با هم در این دروغ سازمان یافته شده و سوء استفاده بی شرمانه، بی معرفت ها، 500 تا حداقل نزدیک 500 تا از هموطنان ما در کردستان کشته شدن. شما از خونه اینا چطور دلتون میاد دروغ بیاید بگید به خاطر اهداف سیاسیتون؟ آقای زیبا کلام، تو چطور میتونی از خونه این هموطنان اینگونه سوء استفاده کنی و واژه جعلی کردستان رو بنویسی، کرد بنویسی؟ واقعا این شما نشون میدید که اصلا خون این هموطنان براتون ارزشی نداره. من دیروز سالا دیدید سکوت کرده بودم، یه دونه پست گذاشتم همدردی کردم. آقا خون هموطنمونه، مگه باید برای اهداف سیاسیتون از این سوء استفاده بکنید؟ بعد آقای جوانمردی میگه پلیس ضد شورش آوردن. خب آوردن نظم رعایت کردن، آوردن که افرادی که دوز سر گردن هستن، اعضای این احزاب تروریستی هستن، دزدی نکنن، بردن 2000 تا پتو رو دزدیدن. اخبار که دیگه ببخشید، چه مخالف چه موافق، خبرگزاری‌های رسمی همشون اعلام کردن. اینها مسائلی است که من دارم میگم. حالا بعضی میگن آی زلزله اومده ارتش با دست خالی، میگم من مدیریت بحران بلد نیستم، من تجربه‌ای تو این زمینه ندارم، ولی حداقل به عنوان کسی که در این سالها مسائل سیاسی رو دنبال میکنم،
یا مسئله اجتماعی رو پیگیرم، حداقل اینو میدونم که آقا زلزله اومده، خاله خونه ما نیومده، زلزله اومده. حداقل میدونم اگه سیل اومد توی تکساس همون ثانیه همه چی اوکی نبود. میدونم گردباد میاد تو آمریکا چه اتفاقی میفته. در سوئد دارم زندگی میکنم، همین پارسال یک برف سنگینی اومد قشنگ 4-5 تا جاده اینجا فلج شد برای 24 ساعت. اینا رو خب ما داریم میبینیم. حالا در ایران به خاطر میگم ایران آخه مشکل ما حکومت آخه یه چیزی فرای مردم نیست، به خاطر عدم فرهنگی که همه ما دوچارشیم و همه ما هم تو این حکومتیم، همه ما هم تو این اپوزیسیونیم، همه ما هم جزء مردمیم، هممون با همین، هیچ فرقی با هم نداریم. چون حالا ما یه مقدار در 150 سال گذشته در منگنه بودیم و آموزش های لازم رو ندیدیم، شاید بیشتر مشکلات بیشتر باشه توی مدیریت بحران. اونم من نمیدونم، چون میگم من اصلا تو این زمینه کاری نکردم که بخوام نظر تخصصی. آقا نظر تخصصی ندید قربونتون برم. هر کی اومده ببخشید بلا نسبت عزیزانی که همراه هستن و نگاه میکنن، هر بی سر و پای اومد یه تز داد. الان آقای فخرآور تزش آمد نیوز، ببینید تو خدای فخرآور کیه، رفته از آمد نیوز، برید پست آخرش رو ببینید، از آمد نیوز فک آورده، نمیشه آمد نیوز گفته ریاکاری معتبر حجت الاسلام قاسمیان مشهور به بلبل قالیباف در مثلا مناطق زلزله زده. از اونجا آخونده بلند نشدن برن تو زلزله. اینا دیشب کلا عکس اولیا حضرت فرای پهلوی رو میذارن، اینا که آقا زمان شاه اومد شهبانو فورا بلند شده رفته مناطق زلزله زده. از اینجا حالا یه سری آخوند و مقامات دولتی و مقامات سپاه و اینا بلند میشن میرن تو زلزله، اونجا مثلا از نزدیک مسئله شاهد باشن، دوباره میان اینا یه جور دیگه، یعنی مثل گربه میمونن دیگه، هر جور پرتشون کنی چهار دست پا میخوان بیان پایین، برمیگردن میگن چرا رفتن، دارن مثلا ریا میکنن. بعد چی افکت آورده از آمد نیوز، یعنی این چه بدبختیه که از فیک نیوز یه فک میاره. بعد نوشته یکی دیگه اینجا قصدش این است کودکانی که پس از دو روز تشنگی به دنبال وانت حمل آب میدوئن. زلزله اومده دیگه، اگه الان تو تکساس شما زلزله اومد آقای فخرآور کل خونت آب نبرد، هرچند تو خونت آب برد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی انقدر از تو میترسه اونجا سیل را انداختش که تو رو بخواد از بین ببره. خیلی مراقب خودت باش، حیف میشید شماها، واقعا حیف میشید. یه بلایی سر تو یا اون سام محمودی آمد نیوز بیفته، آخه این اپوزیسیون دیگه بی فخرآور و بی آمد نیوز میشه. تو رو خدا کمتر بکشید بخورید. حالا تو نمیدونم، ولی سامو که میدونم خیلی دیگه، بابا مراقب سلامتیت باش آقای محمودی. یعنی همش پستای اینچنینی و مبتذل، حالا آدم به هم میخوره. این حجم دروغگویی خواهدون برم آقا بزرگترین بیمارستان صحرایی رو سپاه زده، اینو نگاه نمی کنه. یعنی یه مسائلیه که واقعا آدم شاخ در میاره چی بگه دیگه. از این ورم احسان فتایی رو گفتم و همه اینا رو گفتم، جوانمردی رو گفتم بهتون، چقدر اخبار فیک داشت منتشر میکرد. اصلا جوانمردی آدم شاخ در میاره، مردک رسمن دیگه یک خالیای میمنده. چند چپیش نشستم سر آمریکا میبینم یه دونه مهمون آوردن، به خدا موندم برنامه بسازم یا نسازم، یه برنامه بسازم نشون بدم. بهش میگه که جمهوری اسلامی مثلا داستانش چیه تو منطقه درگیری ها، میگه جمهوری اسلامی بر سه پایه حکومتش رو چیده، اونم سه پایش بحران در منطقه است و چیزه بمب اتمی که میخواد مثلا در منطقه درست کنه و فلان کنه. بعد یارو میگه خب این که شد دو تا، سومی چی میشه؟ میگه بمب اتمه. دوباره دوبار بمب اتمو گفت، اصلا حرف نمیتونست بزنه. یعنی مونده بودن حالا برنامه رو بعد در میارم ریز جزئیات یه برنامه بزنم. بابا اینا کارشناساشونن، یعنی اپوزیسیون اینقدر در به داغون شده، یعنی واقعا مبتذلن. و از اون برم اصلاح طلبای ستون پنجم، حواس نیروهای آریایی در درون حکومت باشه. برید گوش این روزنامه‌هایی که به زبان کردی تیپ زده بودن و دارن قومگرایی میکنن، گوش اینا رو بکشید پدر، یعنی به واسطه خرطوخری زلزله اینا قشنگ دارن ماهی خودشون رو در باب مسئله تجزیه طلبی میگیرن. عملا تو روزنامه‌ای که قرار 80 میلیون ایرانی بخونه تیتر کردی زدن. آخه یعنی چی؟ یعنی قومگرایی دیگه. اونم از اون آقای زیبا کلام و اینم از تجزیه طلبایی مثل شاهد علوی و جلالی تهرانی و خطی که 10 سالی به دست بارزانی اختلاف شده. واقعا
ببخش. خب ما یه خورده کامنت ها رو بخونیم، لازم بود امشب بیایم و یه خورده این افراد رو یه خورده به باد تمسخر بگیریم، یه مقدار یه خورده میدونید آدم باور نمی کنه که برگرده در عصر امروز بگن جمهوری اسلامی زلزله را انداخته انتقام بگیره سر مسئله استقلال کردستان. حالا چرا بر انتمگش تونستید استقلال به دست بیارید که بخواد انتقام بگیره؟ چه حرفیه؟ آخه آدم باورش نمیشه. من بعضی وقتا فکر میکنم شوخی هن و مثلا عزیزان در فضای مجازی و رسانه های اپوزیسیون دارن شوخی میفرماین، بعد دیدم نه جدی جدی دارن اینا رو میگن، مثلا آدم شاخ تر میگیره. در حال صحبت ها رو کردیم، کامنت ها ببینیم اگه کامنتی باشه در خدمت هستیم. خب یک دوستی اینجا از این تروریست های تجزیه طلب نوشته میگه برو ببین خالت کی سیغه کرده. من راستش 6 تا خاله دارم، کدومشون؟ شما تروریست های تجزیه طلب در چارچوب منطق، یعنی یک چیزی که من بگم خدا یا یعنی واقعا اهورامزدا رو سپاس، تا این لحظه در چارچوب منطق کسی حریف من نشده. در چارچوب بعد مجبوری فوش بدی، مجبوری آخرش بری به سرت به در دیوار بکوبی، حمله کنی به شخصیت من، حمله کنی به فیزیک بدن من، به موی من، به حرف زدن من، به خانواده من، در چارچوب منطق که آخه حریف نمیشید. یا مثل این اپوزیسیون نهایتاً برید انقدر بدبخت بشید، آقا این اطلاعاتیه اون اطلاعاتیه، چیزی ندارید بگید. من 500 تا برنامه ساختم تا الان به یک تن نگفتم اطلاعاتی. میدونی چرا؟ چون اصلا اینا ببخشید پوزش میخوام، اینایی که تو این اپوزیسیون سگ کی باشن که دستگاه امنیتی تو دنیا بخواد اصلا با اینا همکاری کنه؟ بابا اینا منجی مش بیمار روان پریش خلن، اصلا دستگاه امنیتی مگه مغز خر خورده باشه واقعا با اینا همکاری کنه؟ که اگر دستگاه امنیتی ایران مغز خر خورده بود که 40 سال دست کار نبود که. این هنره 500 تا برنامه بسازی حتی به یک تن تا الان اتهام اینو نذارم تو مأمور جمهوری اسلامی هستی اینا. میدونی چرا؟ اصلا کسی رو تو این قواره ها ندیدم که بخواد مأمور جمهوری اسلامی بشه، ولی همشون به من گفتن و اصلا من ناراحت نیستم. پس حتما از نظر لول فعالیت و از نظر هوش سیاسی انقدر بالا هستم که این اتهامو میخورم دیگه. دمش گرم، هم دم اونا گرم هم دم ما گرم. بگذاریم کامنت ها رو بخونیم. زنده باد کرد، زنده باد کردستان، زنده باد مسعود بارزانی، زنده باد، زنده باد. ولی فرار چرا کردید از کرکوک؟ تو هم بلاک شدی، تروریست تجزیه طلب بلاک میکنی. علی اکبر عزیز میگه تروریست ها رو بلاک کن، عیزان رو بلاک میکنی اصلا. بذار بعدی دفعه یکی دیگه فلان فلان شده اطلاعاتی، یه تروریست دیگه، اینم بلاک. اوکی بریم یه خورده اینستاگرام ببینیم چه خبره. حریف من نمیشن. تکساس سیل اومد سلیب سرخ و گارد ملی کم آورد، یگانهای آبی خاکی. آقا حادثه طبیعیه، دقیقا دوست عزیز جناب رضا، حادثه طبیعیه، شوخی نیستش که، حادثه حادثه طبیعیه. و من فکر میکنم صحبت ها به اندازه کفایت امشب انجام شد، به اندازه کفایت. اما تروریست های تجزیه طلب، اپوزیسیون، اصلاح طلب ها را قشنگ و حسابی بهشون خندیدیم، مسخرهشون کردیم و من واقعا موندم که اینها چگونه فکر میکنم. واقعا فکر میکنم با این دروغ هایی که بیان میکنن قرار حکومت بره. اگه اینجوریه بگید خب ولی تو این 40 سال فقط خودتونو بیشتر بیابرو کردید. خب کی تروریست نامرد؟ تو عزیزم دقیقا شما آقای خلیل، شما تروریست تجزیه طلبی، بلاک شدید. یکی تروریسته، ما یه یعنی برنامه ساختیم در مورد شما تروریست صحبت کردیم، یه تازه کی تروریسته؟ یه دوست عزیز که مطمئنن از این حامیان جریان تجزیه طلبه نمیشه، دوست دارم باهات بحث کنم. شما عزیزم کی باشی با من بحث کنی؟ برای چی برنامه؟ اصلا من مشروعیت نمیدم به تروریست تجزیه طلب بحث کنم. و سامان عزیز در مورد سربازکشی پژواکم بگو. در مورد اتفاق جدیدی افتاده سامان جان در مورد مسئله یا مسئله همیشگی. و میگم من گفتم الان تو اتفاقی که در مورد زلزله کردستان افتاده، بیچاره نیروهای امنیتی و نیروهای سپاه و نیروهای ارتش این همه دارن زحمت اونجا میکشن، هم باید با حادثه طبیعی زلزله دست و پنجه نرم کنن، هم باید نگران جانشون باشن از دست این تروریست های تجزیه طلب که یه وقتی از توی کوه با تکتیر اندازاشون اینها رو نکشن،
و هم باید این دروغ‌هایی که تو فضای مجازی منتشر میشه رو تحمل کنن. من یه جمله رو بگم بعد کامنت ها رو میخونم دیگه صحبتی ندارم، نمیخوام تکرار گویی کنم. ببینید عزیزان، در زمان پادشاه فقید وقتی که یک عده‌ای میومدن در جامعه دروغ میگفتن و دروغشون این بود که ساواک ناخون میکشه، دروغشون این بود که آی شاه مثلا توالت خونش از طلاست، کاسه توالت خونش از طلاست، آی شاه فلانه، آی شاه اینقدر میلیارد اینجا و این دروغ‌های این چنینی وقتی که میگفتن، خب اونا وظیفه‌شون دروغ گفتنه. اینا یعنی اپوزیسیون ما اینه وظیفه‌ش دیگه. خودشون من با خیلی هاشون صحبت کردم، میگن ما وظیفه‌مون دروغه، دروغ باید بگیم. من نام خودم رو روشنگر میزنم، ولی نه در هر بخش از لایه‌های این جامعه نقش ما چیست؟ آیا ما باید در برابر این دروغ‌ها سکوت کنیم؟ یا اینکه اگر در زمان شاه یه عده‌ای مثل امید دانا بودن دروغ اپوزیسیون مطرح می‌کردن، امروز ما گرفتار این آخوندا نمی‌شدیم؟ اینجوری نیستش به نظرتون؟ و اگر امروز اینا رو دارم مطرح میکنم، چون دارم میبینم، من اپوزیسیون شاه رو وقتی که میدیدم، وقتی که دارم مطالعه میکنم، میدیدم که این اپوزیسیون شاه بر پایه ناحقه و افکار خطرناکی داره تو تمام لایه هاش. دیگه ببینید چقدر این اپوزیسیون در به داغون بوده که بهترین گزینه باز خمینی بوده. میونه اون اپوزیسیون، میونه ویژن جزنی، میونه بازرگان لیبرال که همینجوری مملکت رو به باد داشت میداد، میون مسعود رجوی، از نظر تمامیت ارضی و حفظ مملکت بهترینشون اینه. خب ما وقتی که این اپوزیسیون شاه ها میبینیم، متوجه میشیم حکومت بعد از شاه اصلا امکان داره ایران از بین بره. و خب شانس تاریخی آوردیم، ایران نه تنها از بین نره، از نظر فیزیکی خودش هم حفظ کرده و داره دوباره امپراتوری گذشته رو احیا میکنه. و امروز هم وقتی که اپوزیسیون من میبینم، میبینم اپوزیسیون من یک انسان خالی بند دروغگو مثل امیرعباس فخرآوره، اپوزیسیون ما یک فرد تریاکی موادکش مثل سام محمودی در آمد نیوزه، اپوزیسیون ما یک بچه آخوندیست که الان افتاده در دامان یهودیت اسرائیل و رسماً از صهیونیست دفاع میکنه، آقای جلالی تهرانیست، اپوزیسیون ما یک بیمار روانی و تروریست تجزیه طلب همچون شاهد اولی، شاهد علوی و در لول پایین ترش این احسان فتاحیه، اپوزیسیون ما رضا دیبا هست که از پدر خودش دفاع نمی کنه، پدر خودش رو بارها دیکتاتور خطاب کرده، از خط و مشی پدرش حالا رفته که ناکاری ندارم، ولی این آدم از نظر مسئولیت هیچ وقت زیر بار هیچ مسئولیتی نرفته، یه روز کار نکرده، سرمایه‌ای که از پدرش به ارث رسیده رو به یک زخمی نزده که یک جایی را بندازه حامیانش، و هر کسی هم اگر به این امامزاده دخیل بسته بود دیگه باید اینجا متوجه بشه. بعد از شورای ملی که به این افتضاحات رسید و من گفت آی تنها تلویزیون رسمی من افق فلان، بعد دست از پا دراستر همه اینا رو گذاشت کنار و الان کار به جایی رسیده. ببین چقدر این رضا پهلوی بدبخته. برنامه آقا زمانی، این برنامه آخرش بچه‌ها برام فرستادن، یه یروبی رو نگاه کردم، یروبی که بچه‌ها گفتن نگاه کن، داشت یکی زنگ زد آره رضا پهلوی این تلویزیون تایید کرده، ما خیلی خوشحالیم. و آقا زمانی داشت تلاش میکرد که خودش از رضا پهلوی جدا بدونه. یعنی ببین رضا پهلوی چقدر بدبخته، یکی مثل آقا زمانی میخواد یه جوری صحبت کنه آقا من وابسته به رضا پهلوی نیستم، ما اصلا خطمون جداست. یعنی اینقدر بی‌اعتباره این رضا پهلوی که یک بی‌اعتبارتری چون آقا زمانی میخواد از این اعلام براءت بجوید. و خب ما رضا دیوارم دیدیم، مشخص مسائلش هم دیدیم که این آدم خیلی راحت کنار یک کسی که ضد ایرانی است به نام محمد سلمی میشینه با لول مرکز پژوهشکده خلیج عربی و هیچ دفاعی نمیکنه از شاخاب پارت، حتی در حرف دفاع نمیکنه از موازین ملی در برابر خارجی ها، و حتی در حرف وقتی که بلند میشه میره سخنرانی میکنه در دالاس، کشتار ایرانیان توسط اعراب و به خاطر خوش آمدن دل غربی ها منکر میشه، تمسخر میکنه، و حتی این آدم برمیگرده به غربی ها وعده میده که اگر من بیام سر کار از نظر اقتصادی منافع شما غربی ها رو من تامین میکنم در منطقه. این جملات این آقاست. برید صحبت های ایشونو در دالاس گوش کنید که به انگلیسی بود، گوش کنید ببینید چی گفته. من اینو با پروفسور جورجانی برنامه ساختیم، صحبتاشون رو تحلیل کردیم. اگر برخی از عزیزان نمیخوان بشنون،
مشکل خودشونه، ولی رضا پهلوی اینو گفته و این حقیقت موجوده. حالا شما بعضی دوست دارن بگن نگفته، اون دیگه مشکل خود اون عزیزانه و مسئله‌ای که خودشون با خودشون دارن. حقیقت به خاطر خوش آمدن یا بد آمدن من و شما تغییر نمی‌کنه. من اینم از این مسئله. و این اپوزیسیون ما هستش، اون دارم که اپوزیسیون ما مجاهدین خلق هم که شما دیگه وقاحت، یعنی تو مجاهدین دیگه اصلا معنای دوباره به وقیح بودن، معنای دوباره به خیانت به وطن، وطن فروش یک جمله است که ما بارها به گوشمون خورده، ولی مجاهدین خلق به راستی واژه وطن فروش رو معنای دوباره بخشیدن. یعنی اگر رو کره این خاکی بخوان یک سازمانی رو به عنوان وطن فروش نام ببرن، بیشک ایشون خانم مریم رجبی و سازمانشون کتاب گینه ثبت میکنن، رکورد میزنن در کتاب گینه، شک تو این قضیه نکنید. اپوزیسیون ما مریم رجبی است که با وقاحت میگه اگه ما بیایم روی کار منافع غربی ها رو تضمین میکنیم و ایران رو هیچ وقت اتمی نمیکنیم، قشنگ میدیم دست شما. قشنگ صحبت های این خانم هست. و مردم ما مردمی هم که دروغ ها رو خیلی راحت پخش میکنن از همین شبکه های اجتماعی. من احساس نمی کنم با هر دروغ پخش کردنی چقدر اینها دارن خیانت میکنن. فکر میکنم آقا یه پست فیسبوک دیگه میذارم. نه، با همین یه پست فیسبوک تو داری خیانت میکنی و این خیانت ها جبران ناپذیر است. بنابراین در این شرایط عزیزان، ما کارمون روشنگریه، کارمون پژوهشی است و اینا آویزه گوشتون کنید. از دل دروغ گفتن بیشک راستی زایده نمیشه، راستی از دل راستی زایده میشه. من صحبتم تموم شد، صحبت خاصی ندارم. سپاسگزار از عزیزان، بحث جمعش میکنم، یه چند تا کامنت رو میخونم و دقیقا 7 دقیقه دیگه برنامه رو جمع میکنم که بشه 1 ساعت. جلوی تلویزیون خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. دقیقا حسین جان به راستی یکی از افراد خطرناکه، چون اصولا در این اپوزیسیون ما خلوچل زیاد داریم، ولی جلالی تهرانی یکی از معدود افرادی است که اتفاقا تو یک زمینه‌ای به هر حال سواد داره که سازمان امنیتی اسرائیل با این داره کار میکنه. نقطه ضعفی که جمهوری اسلامی داره اینه که باید جمهوری اسلامی هم نقطه ضعف زیاد داره. ما الان این صحبتایی که میکنیم به منزله حمایت از جمهوری اسلامی نیست که اگه جمهوری اسلامی خوب بود که من الان تو سوئد نبودم. جمهوری اسلامی نقطه ضعف بیشمار داره. دوستان اینستاگرام شخصی الان قطع میشه، تو اینستاگرام شخصی دیگه آنلاین نمیشم، اگه تو رو دستم قطع شه آنلاین نمیشم چون صحبتم تموم شده. و چی رو؟ هلال احمر یه دونه دیگه ببینم این چیه داستانش. بله، صفای هلال احمر که اصلا نشون داد که ما ملت هستیم. یه برنامه‌ای دارم فردا دارم میسازم، یه برنامه کوتاهی که وقتی که این اتفاق در کردستان افتاد همه ایران ناراحت شده و این نشان دهنده اینه که ما ملتیم، ملت حقیقی هستیم، ملت مصنوعی نیستیم. دیشب تیم ملی سوئد بلند شده رفته جام جهانی، ایتالیای قدرتمند رو شکست داده، ولی شما می‌بینید که متاسفانه در سوئد چون ملت حقیقی نیست، ملت مصنوعی است. خیلی از خود سوئدی زاده ها ازدواج های زبدری داشتن، مثلا ازدواج مثلا با یک نژاد دیگه داشتن، تعصبشون نسبت به این خاک کمتر شده و اینجا نصف جمعیتش مهاجرن و هیچ اصلا تلویزیون های رسمی سوئد کانال 4 SVT 1 و 2 اصلا هیچ خبری در مورد این صعود یا ویژه برنامه‌ای نداشتن. هیچ کدوم از مردم تو خیابونا نیومدن. یکی از کانال‌های پولیشون به نام که جز کانال‌های رسمی نیست به نام کانال 5 به مسئله فوتبال پرداخت. خب این نشون میده اینا ملت مصنوعی، ما یک ملت حقیقی هستیم که در کردستان اتفاق افتاده. از تبریز بگیر، ارومیه بگیر، تهران بگیر، اصفهان بگیر، همه رفتن خون بدن، همه رفتن و تلاش کردن که کمک برسونن. اینستاگرام شخصی الان قطع میشه. قربون بچه‌ها تو اینستاگرام شخصی 2-3 دقیقه هم در فیسبوک کامنت ها رو میخونم و برنامه رو جمع میکنم. دیگه صحبتی نمونده دوستان اینستاگرام، برای همین ناراحت نشید. دمتون گرم بچه های اینستاگرام. تموم شد. خب اینم از اینستاگرام. با اجازتون یه چند تا کامنت اینورم بخونیم فیسبوک رو ببینیم تو این چند دقیقه که بودیم یاران
یه درسی هم به آقای خسرو صمدی بدم، آقای شهری اپوزیسیون. آقای خسرو صمدی رو برنامه اجرا کردم یه بار، اول برنامه تو یادم هم نمیاد این دفعه گفتم یا نه، گفتم آقا برنامه رو به اشتراک بذارید، یه بارم برنامه میخواد جمع بشه آخرش میگم. عزیزان در اشتراک گذاری برنامه ها کمک برسونید و واقعا تو این زمینه یاری برسونید، به خاطر که این سخنان بتونه تأثیر گسترده‌تری رو در جامعه بذاره. دو بار یا سه بار میگن آقای خسرو صمدی، آقای شهری اپوزیسیون، صد بار توی برنامه نمیگن عصب همه رو به هم بریزن. چون برنامه گویا به من حمله کرده بودی، بچه‌ها گفتن نگاه کن، 10 دقیقه‌شو نتونستم نگاه کنم، انقدر گفتی شیر کن شیر کن شیر کن، پدر ما رو در آوردی. بعد یکی دیگه یاران دیدون تیکاشو جدا کرد گذاشتیم تو رو دست، یه خورده دور یاران خندیدیم. پس دو بار بگو دیگه، بگو شیر کن دیگه، انقدر عقده نداشته باش. آی لایک هم کنی، حالا لایکت کنن شیرت کنن، چه حرفی داری برای گفتن؟ حرفی دیگه نداری، همه حرفات تو این چند سال زدی، چیزی دیگه نداری، همون صحبت نخنما شده اپوزیسیون رو می‌خوای مطرح کنی دیگه، خودت چرا اینقدر خراب می‌کنی؟ خب یاران، تصویرمونم امشب به کوری چشم دشمنامون خیلی خوب بود. خب تروریست های تغذیه طلب چقدر اینا آتیش گرفتن، بذارید اینقدر آتیش ببینن تا جونشون در بیاد، چی کارشون کنیم؟ خب خیلی بعضیاشون واقعا، یعنی من نمیدونم این فوش خوار مادر رو اگه از این تروریست های تغذیه طلب بگیری، اینا واقعا چی دارن واسه گفتن؟ لال میشن ها، لال. فکر میکنم این فوش ها ما رو هم ناراحت میکنم، ما به خودتون میخندیم. آره طرف نمیشه راست میگن کرده فلانتون کرده اینا، آخه یعنی شما، یعنی میخوای بگی شما متجاوزید؟ والا ما دوستای خیلی صمیمی کرد داریم، ایرانیان ساکن در کردستان داریم، حتی کردهای عراق داریم و بسیار آدمهای شریفی هستن، انقدر نام کردها رو خراب نکن پسر جان. و دیگه پرسشی رو نمیبینم، من پرسشی رو اینجا نمیبینم. دم هم دم مشتاق عزیز گرد، دم احمد عزیز فلان، دیگه کسی رو نمیبینم یاران. دم پیمان عزیز، پیمان پیکه عزیز، دمت گرم، همیشه میبینم. سامان در مورد پیوند مجاین خم و آل عمی سلفی، حتما برنامه میسازیم، هر چیزی که لازم باشه میه. مثلا امشب من قرار نبود بیام صحبت کنم، لازم بود اومدیم صحبت کردیم و قضیه رو جمع کردیم. باشه عزیزان، دم همگی گرم، صحبت خاصی نمیبینم، خیلی ممنون که بودید یاران. بازم میگم در اشتراک گذاری، آخه میترسم بگم بشم بشه آقا شردی هی میگه همین یه با اول برنامه. خب ولی واقعا جدی بگیرید، به خاطر اینکه این سخنان داره تأثیرشو شما نمیدونید تا چه حدی واقعا داره تأثیر میذاره، به خاطر اینکه ما تنها تریبون، نمیدونم حالا واژه تنها شاید درست نمیشه، جز معلول تریبون هایی هستیم که راستی رو داریم گسترش میدیم و با این راستی پدر این دروغ پردازا رو در آورده. یعنی شما چه هرسی میخوره یکی پیدا شده راستشو میگه، اینجوری هم اینا رو ضایع میکنه، واقعا خیلی بهشون داره فشار میاد. و این ما طریق سوشیال مدیا این اشتراک گذاری شما هستش که رو مخ اینا میتونیم پیاده روی کنیم. دمتون گرم، قربونتون برم. و یک بار دیگه اینجا جا داره که به تمام هموطنان و همتباران ساکن کردستان ایران و ساکن کردستان عراق دل آرامی بگیم، واقعا درد خیلی بدیه که آدم خانواده‌اش از دست بده، زلزله داشته باشه. من جز تسلیت نمیتونم چیزی بگم و واقعا نمیتونم بخوام بیش از این همدردی کنم. چرا؟ چون آدم هر چقدر که بخواد بگه که آقا من میفهمم الان درکت میکنم، نه واقعا حرف احمقانه است. کسی که پدرش از دست داده، کسی که مادرش از دست داده، کسی که بچه‌ش از دست داده، من نمیتونم درکش کنم، چون من عزیزانم رو تو زلزله از دست ندادم و این دروغه که ما بگیم که ما میتونیم شما رو درک کنیم. ولی تا اونجایی که بتونیم، تا اونجایی که واقعا قوه ادراکمون به ما اجازه بده، ما رو تو غم خودتون شریک بدونید و کردستان عراق، کردستان ایران، گیلان، اصفهان، شیراز هیچ فرقی نداره، هممون ایرانی. و کسانی هم که در کردستان عراق کشته شدن از این زلزله، اونها هم ایرانی هستن و اونها هم همتباران ما هستن و ما حساب همتباران کردمونو در ایران و کردستان عراق کاملا با این تروریستای تجزیه طلب خطرناک که حالا فردا اگه برسم یه فیلمی رو منتشر میکنم که یک مستندیست که به تازگی جمهوری اسلامی پخش کرده از
یکی از هموطنان و ایرانیان ساکن در کردستان که کردم بوده و توسط گروهک های کموله و دموکرات ترور شده در روستاشون، اینم تلاش میکنم بزنم و حساب همتباران ایرانی ما ساکن کردستان ایران و ساکن کردستان عراق با تروریست های تجزیه طلب زمین تا آسمون جداست. و اگر ما صحبتی میکنیم، بهترین صمیمیترین دوستان من اتفاقا در همین استکهلم کردهای عزیز هستن. من خیلی تو استکهلم اتفاقا یاران کرد میبینن، درود میگن. اتفاقا چند روزش با یکیشون رفته بودیم یه کافی شاپی، یه کاپیچینویی هم زدیم و خیلی هم صمیمی. و هر جا میبینم، مثلا چند وقت پیش، هفته پیش بود، یه جایی رفته بودم یه لباسی بخرم، دو تا دیگه از هموطنان کردمون رو دیدیم، خیلی برخورد عالی داشتن، خیلی برنامه رو نگاه میکردن، تحت تاثیر قرار میگرفتن. کرد حقیقی اینان، اینها ایرانی ان، اینها همتبارن، گوشت و پوست و استخون ما، نه یه مش تروریست تجزیه طلبی که دیدیم که در همین رفراندوم جعلی و رفراندوم غیرقانونی اقلیم کردستان اینها با افتخار پرچم صهیونیسم رو بردن بالا، با افتخار هر لحظه دنبال باستن یکی از این سیاستمدارهای خارجی میافتادن که کمکشون کنه و ابتذال رو به جایی رسوندن وقتی که آمریکا پشتشون رو خالی کرد، پرچم آمریکا رو آتیش زدن، مرگ بر آمریکا گفتن و همون زمان یه خورده پوتین با اینا بازی کرد، عکس پوتین رو هوا کردن، گفتن تو رو خدا پوتین تو نجاتمون بده. آلمان یه روی خوشی به اینا اومد نشون داد، عکس آلمان رو بردن، پرچم آلمان رو بردن بالا. و این بخش تجزیه طلب نشون داده وقتی که میان اینجوری فوش خار مادر به من میدن، اینها نشون دادن نه ناموس سرشون میشه، نه غیرت دارن. اگه غیرت داشتن که اونجوری با اون بدبختی و بیچارگی کرکوک کرده، اصلا با اون بدبختی پرچم اسرائیل بلند نمیکردن. اینها نشون دادن که چقدر بدبخت و بیچارن. زن و مردم نداره، یعنی شما دیدی زنای پیشمرگه 99% فاحشن، اصلا تو این شک نکنید. الانم دیدم یکی دو تا از این فاحشه‌هاشون اومدن اینجا دارن کامنت میذارن که خب تا جایی که بشه ما بلاک میکنیم. و اینها حسابشون با مردم عزیز و همتباران کرد ما در ایران و اربیل، در سلیمانیه، در کرکوک واقعا جداست. چون من دوستان صمیمی کرد در اربیل و در کرکوک و در سلیمانیه هم دارم، چون از طریق فضای مجازی خیلی هاشون به من پیام میدن. اینها انسانن، اینها کرد حقیقی هستن، نه کسی که بره پرچم اسرائیل بگیره، اسلحه از بیگانه بگیره، خودشو بگه من پیشمرگم و علیه ملت خودش فعالیت کنه و این همه سربازان بیگناه رو ترور کنه، این همه مردم رو بکشه و با این وقاحت چه در عراق چه در ایران همتباران خودشون و هموطنان خودشون رو تیکه تیکه کنن. بعد با این وقاحت هم بگن که آی ما مثلا ایرانی نیستیم و اینا، ایرانی بودن افتخار میخواد و شما تروریستا، بله ایرانی نیستید ولی حساب شما تروریستا با مردم عزیزمون در کردستان عراق و ایران حسابی جداست. قربونتون برم و آرزوی دل آرامی برای آسیب دیدگان زلزله رو داریم. پاینده ایران.